سلام، به کانال همگام با ورزش خوش آمدید. صفحه اینستاگرام بارسا با انتشار پست عجیب و مرموز به شایعه بازگشت میسی به این باشگاه دامن زد. تونی کروس، ستاره ریال مادرید، با عملکردش در تمرینات این تیم تعجب همه را برانگیخته است. ایلینگ هالند در حالی که اعتیادش به گلزنی را توضیح میدهد، خودش را به زنبه تشبیه میکند. با نقل از رسانه‌های ایتالیایی، روم آماده است تا جوز مورینیو را از سرمربیگری این تیم اخراج کند. قبل از اینکه بریم به ادامه گزارش، کانال را سابسکرایب کنید، ویدیو را لایک کنید و با دوستانتان شریک سازید. میسی در 4 بازی اخیر اینتر میامی با دلیل مصدومیت قادر به همراهی تیمش نبوده و در حال حاضر روند درمانش را طی میکند. شکست این تیم برابر شیکاگو فایر باعث شد که شانس آنها برای صعود به مرحله پلی آف رقابت‌های لیگ فوتبال آمریکا بسیار کم رنگ شود و همین موضوع شایعات را درباره آینده او به همراه داشته است. در روزهای اخیر اخبار مبنی بر این که شاید این ستاره آرژانتینی در فاصله تعطیلی لیگ آمریکا در ماه جنوری به صورت قرضی راهی بارسلونا شود تا تیم سابقش را تا پایان فصل همراهی کند به گوش می‌رسید و باعث خوشحالی هواداران بارسا شده بود. حالا صفحه رسمی اینستاگرام این باشگاه تصاویری را منتشر کرده که به این شایعات دامن زده است. آنها 4 تصویر را منتشر کردند که با کمک هوش مصنوعی تهیه شده و خوشحالی نمادین و معروف میسی را با پیراهن بارسا با استفاده از سیاره‌ها و ستاره‌ها در آسمان شب ترسیم کرده است. در توضیح این عکس نوشته شده است: امشب آسمان بلوگرانا از حالت عادی روشن‌تر است. همین پست باعث شده که بیچاری از هواداران بارسا به این باور برسند که شاید شایعات منتشر شده در روزهای اخیر چندان هم بیراه نباشد و بعد دیدن دوباره میسی با پیراهن این تیم در همین فصل امیدوار شوند. خوان لاپورتا، رئیس بارسلونا، پس از اینکه یکی از حامیان مالی باشگاه نتوانست ضرب العجل 40 میلیون یورویی را محقق کند، به دنبال تزریق پول به حساب باشگاه است. در تابستان امسال بارسا بخش از حقوق بخش تلویزیونی خود را به لیبرو، یک صندوق سرمایه‌گذاری آلمانی، فروخت. اما لیبرو تنها 20 میلیون یورو از 60 میلیون یورویی که متعهد شده بود را پرداخت کرده است. این همان قرارداد است که توسط لالیگا تایید شد تا بارسا بتواند قرارداد ژائو فلیکس و ژائو کانسلو را به صورت قرضی ثبت کند. از آنجایی که لیبرو قادر به پرداخت این مبلغ نیست، لاپورتا برای جبران پول به جستجو ادامه می‌دهد. با گزارش اسپورت، لاپورتا مدعی شده که چند منبع مالی وجود دارد، اما هنوز هیچ معامله یعلالی نشده است. بارسا باید مبلغ مورد توافق را برای لالیگا فراهم کند، در غیر این صورت ریسک محدودیت مالی بیشتر را در آینده خواهد داشت. بارسا امیدوار است در ماه جنوری قرارداد ویتور روکه برازیلی را در لالیگا ثبت کند و در صورتی که تراز مالی آنها یک مرتبه دیگر دچار نقص شود، حضور این بازیکن در مسابقات لالیگا به خطر می‌افتد. محدودیت های مالی یکی از چالش های پرتکرار میان بارسا و لالیگا از زمان همگیری ویروس کرونا بوده که در یک از اتفاقات تلخ البته ماندگار تراز مالی این باشگاه موجب شد میسی نتواند قراردادش را تمدید کند و با پاریس سن ژرمن نقل مکان کند. او حتی در تابستان امسال برای بازگشت به این باشگاه به دلیل محدودیت های مالی به مشکل مواجه بود و در نهایت اینتر میامی را انتخاب کرد. انتظار می رفت که کروس از ابتدای فصل به بازیکن نیمکت نشین تبدیل شود و کارلو آنچلوتی بیشتر فرصت ها را در اختیار نسل جدید هافبک های ریال مادرید قرار دهد. با این حال او به مرور زمان بار دیگر راهش را به ترکیب اصلی ریال مادرید باز کرد تا نشان دهد که هنوز زمان بسیار زیاد تا روزهای پایانی دوران فوتبالش باقی مانده و هنوز در اوج است. یک نشریه اسپانیایی خبر داده که عملکرد این ستاره آلمانی در تمرینات تیمش تعجب و شگفتی بسیار را به همراه داشته و دیگر بازیکنان حاضر در تمرینات و همچنین اعضای کادر فنی را مبهوت خودش کرده است. این بازیکن هنوز هم بهترین بازیکن حاضر در تمرینات ریال مادرید است و هر بازیکنی که در بازی درون تیمی کنارش قرار بگیرد بدون شک در انتها برنده خواهد بود و این نشانگر کیفیت و عزم جذب او دارد. کروس همچنین به برخورد و رفتار خوبش با بازیکنان جوان که از تیم‌های آکادمی ریال به تیم اول می‌آیند معروف است و همیشه در تلاش است تا کار کند که آنها احساس خوب داشته باشند و خیلی زود در تیم جا بیفتند. تیم موضوعی است که در این مدت بارها بسیاری از بازیکنان جوان ریال مادرید را تحت تاثیر قرار داده و از چشم رسانه‌های اسپانیایی هم دور نمانده است. ایرلینگ هالند، ماشین گلزنی منچستر سیتی، خود را به زامبی تشبیه کرده است. مهاجم نروژی پس از اینکه تقریبا تمام رکوردهای موجود در مسیر خود را بلعیده، درباره اعتیادش به گلزنی صحبت کرده است. این بازیکن 23 ساله در 203 بازی برای ردبول سارزبورگ، دورتموند، منچستر سیتی و نروژ 199 گل به ثمر رسانده است. او تنها در فصل گذشته در 52 بازی در تمام رقابت‌ها 52 گل به ثمر رساند و به سیتی کمک کرد تا یک سگانه تاریخی را کسب کند. هالند همچنین موفق شد جایزه بهترین بازیکن سال لیگ برتر را نیز از آن خود کند. هالند گفت که به خاطر سبک بازیش با انتقادهای مواجه شده و در موقعی که توپ را وارد دروازه نمی‌کند، خود را با یک زنبی مقایسه می‌کند. او به نشریه تلگراف گفت: در بازی‌ها معمولاً مردم از من انتقاد می‌کنند که چرا توپ را لمس نکردم. من می‌توانم چند بار توپ را لمس کنم، اما فقط به نوع را می‌روم، می‌ایستم، در دنیای خودم حرکات انجام می‌دهم و توضیح دادن آن دشوار است. من از بدنم بیرون می‌روم و تبدیل به یک زامبی می‌شوم. به اطراف نگاه می‌کنم و دنبال فرصت می‌گردم و وقت فرصت پیش می‌آید، می‌دانم که باید آماده باشم. کاملاً هوشیار هستم، اما راه می‌روم و اسکن می‌کنم. منتظر فرصت هستم و می‌دانم اگر توپ به اینجا بیاید، این اتفاق می‌افتد. اگر توپ به آنجا برود، آن اتفاق می‌افتد. یک حس درونی است.
وقتی تیم در حال بازسازی از عقب است میدونم که نیاز نیست دخالت کنم. من آنجا میستم و منتظر لحظه مناسب میمونم تا فرا برسد. اما این مهاجم نشان داده که لازم نیست دائما در زمین بالا و پایین برود، چرا که همیشه کارش را به خوبی انجام داده است. و به گفته این فوق داره گلزن، هواداران زمانی که او موفق به گلزنی نمیشود بیشتر شوکه میشوند. او افسوس این نکته مثبت است، این که مردم وقت گل نمیزنم بیشتر شوکه میشوند تا وقت گل میزنم. رسانه های نروژی وقت گل نمیزنم تیتر میزنند بدون گل. این چیز خوب است و اصلا شاکی نیستم. من برای گلزنی با سیتی قرارداد امضا کردم، هنوز هم کسی هستم که باید توپ را به طور دروازه بچسباند. هالند با 8 گل در 7 بازی لیگ شروعی فوق‌العاده‌ای در این فصل داشته است. سیتی بعد از ظهر یکشنبه به استادیوم امارات می‌رود و کار بعدی هالند پایان دادن به کار آرسنال است. ایرلینگ هالند پس از پیوستن از دورتموند به قهرمان لیگ برتر در تابستان گذشته اولین فصل فوق‌العاده را در منچستر سیتی تجربه کرد. میلی پوش نروژی رکورد کفش طلای لیگ برتر را با 36 گل لیگ در فصل 2022-2023 شکست و سیتی با سگانه دست یافت و برای اولین بار قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شد. او تا 2027 با سیتی قرارداد دارد، اما شاید از وجود دو بندرین قرارداد خبر می‌دهند. اولین مورد در پایان این فصل فعال می‌شود که بر طبق آن اگر هالند می‌خواهد چالش را در جای دیگر دنبال کند، می‌تواند با مبلغ بین 150 تا 170 میلیون پوند باشگاه را ترک کند. ریال مادرید مدت هاست به هالند علاقه دارد و قبلا تلاش کرده بود او را از دورتموند به خدمت بگیرد، اما شانس آنها برای بستن قرارداد در سال 2024 بسیار اندک است. طبق گزارش های نشریه تلگراف، سیتی نسبت به روی آوردن ریال مادرید به هالند در صورت عدم موفقیت در جذب کیلیان امباپه احساس خطر می کند و می خواهد قرارداد او را تا سال 2029 تمدید کند. مورینیو و تیمش آغاز بد را در این فصل سری آ تجربه کردند و در 7 بازی ابتدایی خود متحمل 3 باخت شدند که شامل باخت خانگی به میلان می شود. روم در هفته‌های اخیر نشانه‌هایی از پیشرفت بروز داد و پس از برد 2-0 مقابل فروزینونه 1-4 نیز در لیگ اروپا به دست آوردند. هرچند کوریر دل اسپورت رسانه ایتالیایی ادعا کرده است که مالک روم می‌خواست پس از باخت 4-1 خارج از خانه مقابل جنوا این سرمربی پرتغالی را اخراج کند و هنوز هم گزینه‌های خود برای تغییر سرمربی تیمش را بررسی می‌کند. این گزارش حاکی از این است که مالک آمریکایی روم همچنان مایل به اخراج مورینیو است و باخت این تیم در روز یکشنبه مقابل کالیاری می‌تواند سرنوشت آقای خاص را تغییر دهد. آنسی فلیک سرمربی سابق بایر مونیخ و تیم ملی آلمان به عنوان گزینه جانشین مورینیو در نظر گرفته شده است. فلیک در حال حاضر و پس از باخت 4-1 مقابل تیم ملی ژاپن در یک بازی دوستانه که منجر به اخراج او از سکان هدایت آلمانی ها در هفته گذشته شد بدون تیم است. به نظر می رسد بار دیگر تلسم سال سوم گریبان جوز مورینیو را گرفته است و این سرمربی پرتغالی که سومین فصل حضور در تیم روم را تجربه می کند بار دیگر در سومین فصل حضورش به عنوان سرمربی یک تیم از سمت خود اخراج خواهد شد. سپاسگزارم از همراهیتان. در پناه خداوند بزرگ باشید.